چند ساله که تو ویندوز با دات نت فریم ورک کد می‌زدم و تو لینوکس با پایتون و کیوت سی پلاس پلاس خودم. هر جفتش. آره. جاوا اسکریپت هم تو سری جدید کیو ام ال استفاده کردم. سال گذشته توی اس اف دی با ارائه کیوت اومدم، بازی 2048 رو یک بار با کیو ام ال نوشتیم، برای دیگه فرصت نشد. می‌خواستیم برای اندروید و سیستم عامل های مختلف کامپایل بگیریم، فرصت نشد. فقط توی ویندوز این رو نشون دادیم، توی گنو لینوکس نشون دادیم و توی ویندوز که چطوری این بازی عمل میکنه. امسال خب حرکت های اپن سورس کردن و آزاد کردن مایکروسافت خیلی زیاد شده بود، تقریبا کل دات نت فریم ورک رو آزاد کرد، خیلی از کتابخونه های مهم دات نت که وابستگی به سیستم عامل نداشتن مثل ASP دات نت رو آزاد کرد. آزاد که میگم یعنی نه اپن سورس ها، یعنی اون چهار تا آزادی که توی سالن اصلی ریچارد استالمن بهش اشاره کرد رو داره. لایسنس های اصلی محصولاتی که مایکروسافت آزاد کرد MIT هستن، ولی ASP.NETش روی آپاش 2ه و همشون لایسنس اپن سورس خود مایکروسافت، فکر میکنم MSPL رو دارن. چند نفر اینجا برنامه نویسن؟ نصفه هم قبوله. بقیه چی کارن؟ یعنی تو خونه هم برنامه نمی نویسین؟ من امروز سعی کردم، یعنی نظر توی جلسات داوری بر این بود که دات نت کور رو ما زیاد وارد دیتیل بشیم و یه خورده توی سطح بالاتری جلو ببریم، ولی یه موضوع جدیده که توی بازار مطرح شده، تو کل بازار دنیا خیلی مفیده و یه جامعه خالی داره الان، یعنی جامعهش حداقل از خیلی جامعه کاربری دیگه‌ای که توی کامیونیتی الان ما میشناسیم خلوت‌تره، جا داره کسی توش بره تلاش بکنه و یکی بشه مثل کسایی که الان اسماشون رو حفظیم. خیلی ها هستن تو جامعه کاربری، اسماشون رو میدونیم، جادیو میشناسیم، دانیال بهزادیو میشناسیم، اینا به خاطر اینکه چند ساله، شاید از اون 11 سال پیش که تهران لاگ را افتاد، اینا دارن تو جامعه کاربری فعالیت میکنن. الان یه همچین پتانسیلی هم برای محصولات مایکروسافت ایجاد شده، میتونی استفاده بکنیم و خیلی فکر میکنم بازار خوبی داشته باشه. ما تو ایران اغلب از مایکروسافت استفاده میکردیم، نرم افزارهایی که توسعه پیدا کردن روی استاندارد مایکروسافت بودن، حالا یه چیزی به اسم مصوبه اجرایی مهاجرت به لینوکس و سیستم عامل ملی و اینجور داستانا اومده. اگر بتونیم با هزینه و زحمت کمتر کدای دات نتی ویندوزمون رو بیاریم روی لینوکس، قطعا برد کردیم و شرکت‌ها دنبال این قطعا میفتن. حالا که میفتن دنبال این قضیه، دنبال کسی میگردن که بتونه اون دات نتشون رو توی لینوکس اجرا بکنه. همین برای ما کفایت. یه خلاصه ای بگم بعد بریم سراغ اصل مطلب. این سیستم عامل که میبینید، من روی لپتاپم ویندوز دارم، همیشه روی پی سی خونم گنو لینوکس. اوبونتوش رو تازه نصب کردم، فقط یه دسکتاپ گنوم گذاشتم و یه تم اولترا فلت، هیچ چیز دیگه ای نداره. اگر قراره امروز به ارور بخوریم حین نصب، اگر قراره هر مشکلی پیش بیاد، الان اینجا هم پیش میاد. اینترنتم اینترنت 3G رایتله. میخوایم با هم دات نت کور رو نصب بکنیم روی سیستم عامل، یه برنامه کوچیک بنویسیم، ببینیم اصلا کجا برنامه رو بنویسیم، چطوری اجراش بکنیم، چی بنویسیم، چیا میتونیم بنویسیم. همه استنادم هم به داکیومنت هایی که روی گیت هاب هست، به داکیومنت هایی که خود مایکروسافت داده. خیلی دوست دارم اگر کسی امروز قراره برنامه نویس بشه، اگر امروز کسی قراره بره سراغ دات نت کور، نره تو سایت های مختلف دنبال فیلم و داکیومنت بگرده، بره تو گیت هاب خودش دنبالش بگرده و اگر زمانی به جایی رسید که محیط مناسبیه، جای خوبیه، بره اونا رو توسعه بده. چون حتی داکیومنتیشن دات نت کور هم روی گیت هابه و تمام کسایی که یه عضویت معمولی داشته باشن میتونن اون رو توسعه بدن. من میخوام دات نت کور دیولوپر بشم، چی کار میکنم؟ فایرفاکس هم رو باز میکنم، اینترنت هم وصله ظاهرا. آره،
خب توی من این ارائه رو توی تهران لاگ هم داشتم چند هفته پیش، چون میخواستم تو SFT به صورت خاص ارائهش بدم، اونجا آزمایشی تست کردم ببینم چطوره. خودم هم توی دات‌نت کور تازه واردم، پشتوانم اون چیزی که بهم جرأت میده برم سراغش بیام اینجا ارائه بدم اینه که یه خورده دات‌نت فریمورک بلدم. شاید بین شما اساتیدی باشن که خیلی بهتر از من بلدن و اگر جایی اشتباه کردم خواهش میکنم که حتما بهم بگن. خود کور رو میگی منظورت چیه؟ دقیقاً ببین این که دات‌نت رو که میدونی چیه؟ دات‌نت فریمورک به صورت خاص یه فریمورکه. فریمورک چیه؟ فریمورک متشکل از چند تا زبان برنامه نویسی خام و کتابخانه هایی که کمک میکنن تو چرخ دوباره اختراع نکنی، ازشون استفاده بکنی. حالا دات‌نت فریمورک برای ویندوز بود، خیلی ازش استفاده میکنن، تقریبا از سال 2001 دیگه شناخته شده. اینو وقتی آزادش کردن به قول خودشون تو ویدیوهایی که توی چنل 9 میتونید نگاهش بکنید میگن ما اول اینو سورس اوپن کردیم، بعد اوپن سورسش کردیم، بعد آزادش کردیم. خب خیلی مشکلات داشتن سر اسم گذاری. مثلا ASP.NET-ی که توی ویندوز داریم و یه فریمورک برای توسعه نرم افزارهای تحت وب رو اومدن گفتن آقا اینی که آزاد کردیم اسمش ASP.NET 5. خب اون 4 قدیمیه، 5 جدیده، در حالی که بعدن دیدن نه اشتباه کردیم، چون کل دات‌نت فریمورک رو نیاوردن توی لینوکس، یه دات‌نت دیگه نوشتن از پایه برای همه پلتفرما که یکیش گنو لینوکس. اومدن اسمشو گذاشتن چی؟ دات‌نت کور. ASP شد ASP.NET کور انتیتی فریمورک. یه ORM، یه چیزی که به شما اجازه میده کوئری نزنید به دیتابیس، کاراتونو با آبجکت های برنامه نویسیتون انجام بدین و اینا خود به خود انجام بشن. نمیخوام زیاد وارد این بحث های پیچیده تر بشم، ولی اونم کرد کرد تقریبا همه محصولاتی که آپن سورس کرد و خیلی بهتر شد به خاطر اینکه از اول نوشت با دانش امروز نوشت، پسند کور رو داد پشتش. اینکه حالا توی کور به عنوان هسته چه سیاستی هست، چه فلسفه ای داره، من نمیدونم. ببین دات‌نت کور تازه اومده. تصورش اینه که یه چیز هستی کوچولو. آره. همونه یا نه؟ اسمش قطعاً دات‌نت فریمورک خیلی الان چیزهایی داره که دات‌نت کور نداره. چون دات‌نت کور تازه است. خب؟ ولی تو این سطحی که ما تازه داریم یاد میگیریم، میخوایم شروع بکنیم، نه تازه نیست. خیلی وقت اومده. همه فیچرهایی که لازم داریم و احتمالاً بتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر هم چیزی بود قطعا توی کامیونیتی هایی که برای این قضیه هستن میتونید جوابش رو پیدا بکنید. بریم سراغ اصل مطلب خودمون. گوگل رو باز کردم، تو ارائه SFT شنیده بودم دات‌نت کور، دات‌نت کور رو سرچ کردم، اولین لینکی که اومد روش کلیک میکنم. من تبای دیگه هم ببندم. خب این صفحه‌ایه که میاد میگه دات‌نت کور رو میخوای کجا استفاده کنی؟ من میخوام توی لینوکس استفاده کنم و توضیحی که از لینوکس دارم اوبونتوه. خب میام پایین، میگه اگه اوبونتوه 14.4 و 16.4 داری میتونی با این اینستراکشن نصبش کنی، با همین اپتگتی که توی اوبونتو داریم. خب این که 14.4 هیچی، من اوبونتوم LTS 16.4 لانگ ترم. خب ترمینالم رو میارم، کپی پیست کاری که دیولوپرها دیگه بهش عادت دارن دیگه. آها اد کرد دیگه، دارم چیکار میکنم. خب بعد اینم میزنم. میخوام فکر نکنید که من خیلی لینوکس بلدم، من واقعا نه خیلی گنو لینوکس بلدم نه خیلی با دات‌نت کور هنوز عمیق شدم، ولی تا اونجای جلو رفتم که الان بتونم کار را بندازم. به خاطر همین هر جای کار میبینید یه چیز بهتری میتونه باشه، یه سوالی وجود داره، حتما با من چک بکنید.
این ریپوزیتوری همون آپدیت شن. اگر کسی لپتاپ داره و خواست اینو انجام بده بگید که من هات اسپاتم رو بده. خب ببین قدم به قدم میایم پایین. گفت اول ریپوزیتوری ها رو اد کن. اد کردم. حالا میگه میخوایم خود اینستال و خود دات نت کور رو اینستال کنیم. دوباره همینو کپی پیست میکنم میذارم. اونو فکر کنم بشه چیزش کرد. بذار ببینم نصب میکنه. آره ببین من یکی از ریپوزیتوریام فکر کنم مشکل داره. به خاطر همین سعی آپدیتش به مشکل برمیخوره. سریع هم نصب میشه. زیاد چیز خاصی نداره. ببین اصطلاحی تحت عنوان سورس اوپن نداریم واقعا. یعنی تو گوگل هم بین دوتا کت بذارید سرچ کنید چیزی نمیاد. ولی تو ویدیوهای چنل 9 یه جاییه توی سایت مایکروسافت ساپورتش میکنه و ویدیوهای آموزشی توش میذارم. ویدیوهایی که دیولپرهای مایکروسافت آدمایی که سرشناسن توش و حتی دیولپرهای کامیونیتی میشینن با هم بحث میکنن. توی اونجا وقتی مسئول تیم ASP.NET میاد صحبت میکنه یه تیکش هست میگه که من اینو سورس میگه که ازش میپرسه میگه هنوز این سورس اوپنه یا اوپن سورسه. من حدسی که زدم منظور از سورس اوپن یا اوپن سورس اینه که شما فقط میتونی بخونی یا نه میتونی کد رو تغییر هم بدی. ولی گذشته از اینا اون چهار تا آزادی که بتونی خودت ریلیز بدی بتونی کد رو بخونی بتونی تغییرش بدی اونجور داستانا اونا رو با داره دیگه. الان چیز دات نت کور داره. اگر فکر این هستید که بتونید ویندوز اپلیکیشن توی گنو لینوکس توسعه بدین نمیتونید چون مخصوص پلتفرم ویندوزه. ولی احتمال زیاد بتونید نرم افزارهایی رو توسعه بدین برای ویندوز فون و نسل جدید اپلیکیشن های ویندوز همینایی که تو ویندوز 8 به بعد دیدیمشون یه خورده خاصم مثل پلیر مخصوصش مثل خیلی از نرم افزارها نسخه کورش هست کامله خیلی بهتر شده. کسایی که حرفه‌ای ترن دیپندنس اینجکشن تو خودش هست. فکر ویژوال استودیو کد برای چیز نمیکنه. کامپایل رو دست میده دات نت ریستور و دات نت ران رو اجرا میکنه که اونا هم در از برنامه توجه میکنن. من خیلی دوست دارم بریم تو این فولدر کدمون اینجایی که چیزامون هست شروجیامون هست. من یه بار دیگه برگردم به قبلیه بعد اینجا بگم دات نت ران من تحبیل کنیم فایل را تحبیل کنیم فایل را اینجا بگم کنیم مستدن که در شاشه کسی یا دات بی بگیر جو آره بیدم اگه باشه کنشه دیوار برسانه بیده آره یه جنگی آفیس نیست آفیس نیست نه بازم هم بودم ولی اینکه فایل اجرایش کجا میره خیلی برمیدم چون هیچ وقت دنبالش نبودم الان خیلی الان ممکنه تو همشه که سرور اجراش کرد چیزایی
چند تا لینک حتما بهتون نشون بدم. یکی اینتروداکشن، یکی هم رودمپ که بدونید اصلا چطوری میخواد بره جلو. شما پروژه عملیاتی نه. من اصلا با دات‌نت کور پروژه عملیاتی ندارم. توی شرکتمون، شرکتی که داریم، به بچه‌های دیولپر گفتم که سعی بکنن یه برنامه پورت بکنن به دات‌نت کور. ولی خودم تا حالا تجربه زیاد جدی هم با این ندارم. صرفا در حد تست ها. آره، همین رو دارم بگم. یه شرکتی بزرگ مایکروسافت نمیاد یه هو تغییر در بیه بده. اصلا خیلی وقتا شده دیدیم ها، ولی روی محصول اصلی برنامه نویسیش این کار رو نمی کنم. توی این صفحاتی که باز کردم رودمپ هم بیارم، توی رودمپ نوشته که ما میخواهیم از کجا به کجا برسیم. من از اسپیدان به کل بتای 8 باش آشنا شدم. اومدم این سمت دو سه تا اپلیکیشن نوشتم، حتی یه دونش رو رزیدری پای اجرا کردم، ولی هیچ کدومشون عملیاتی نبود. نرسانی نبود که بار بیاد برم به دیتابیس برسن فراکنش های زیاد داشته باشم، ولی به اونجا هم میرسن. الان نسخه یک و یکی، نسخه یک و دو توی فصل اول دو داریم، در فصل دو دو داریم در میاد. چیزایی که قرار بیاد و الان نیست به سوکته، چون به سوکت نیست احتمالا سیگنال آرم هم نیست. به پیج ها رو داریم، جار بیسیک هم چیزی که احتمالا خیلی برقا میاد و سکیوریتی همون آیدنتیتی و دیپیار. اینو کسایی که دوست دارن دنبال کنن اسپیدات تو، کسایی که میخوان برنامه‌های تحت وب بنویسن با سی شارپ که هم تو ویندوز باشه هم تو لینوکس هم قابل اجرا، باید برن سراغ اسپیدات. یه داکیومنت کلی برای خود اسپیدات نت اینجا که به گیت هاب هم هست. شما میتونید با کلیک به این زدن پی بی اف آخرین نسخه به این کتابه رو دانلود کنید که کامل اسپیدارنت رو یادتون بیاد. منتها خیلی خاص، چون الان خیلی از فریمورک‌های تحت‌وب با ام وی سی کار میکنن، یه داکیومنت دیگه مثل این برای ام وی سی داره. ام وی سی یعنی اینکه نرم افزار رو به سه تیکه تقسیم بکنید: مودم، کنترلر و ویو. یعنی سه تا تیم داشته باشیم، یکی قیافت کار بزنه، یکی لاجیک کار بزنه، یکی هم بحثای دیتا و مدل ها و چیزهایی که باش کار میکنیم و هندل بکنیم. و همینطور میتونید کار رو با اسپیدارنت شروع بکنید، یعنی اینکه اسپیدارنت چیه، چرا درست شده و اون چیزهایی که برای اولش لازم داریم. فقط اون فایل پروگرامی که درست میکنه برای اسپیدات یک خورده متفاوته، فایل پروژکت جیسونش متفاوته. شما باید این یه سری مسائل توش حل بکنید که بتونید اجراش بکنید روی سرور. سوال در مورد اسپیدات نت رقیبای اسپیدارنت. مثلا نوت جی اس یا
مثلا نیست مجلس اکسپرس دیگه این دوتا با هم دیگه میتونم لینک بهت بدم که به بنچمارک ها رو بخونید همه شون برای پروژه های اینترپرس حتی در مقایسه با لاراول و اون زیر مجموعه پی ایچ پی باز استیدادنت رو معرفی کردن نه اینکه اونا کامیونیتی های مایکروسافت باشن ها خیلی ها اخیرا از مایکروسافت رفتار عجیبی توی لینوکس دات کام فقط برو مایکروسافت سرچ بکن ببین چقدر خبر زدن خبره که مثبته خبره که توی بنچمارک باشن همین کامیونیتی لینوکسی ها داره خیلی جلو میره خیلی چون توی لینوکس ادرس اونر داره دادن اسکیل سرور هم برای لینوکس یک کار کار دوست داره ولی دست